سلام، من ندا هستم. به این ویدیو خیلی خوش اومدین. مردم بالا اردستانی خلبانش که احمد مرادی قربان از کجا میدونی داره میره؟ جواب نمیده. فیلیکس هم داشته. اسکرامبل کردی؟ دو تا از همدان بلنشن، دو تا از تربیز، ولی سرعتشون خیلی زیاده. بعید میدونم بچه ها بهشون برسن. مرادی مرادی جواب بده. مرادی ستاری هم جواب بده. مرادی چی کار داری میکنی بابا؟ خلبان احمد مرادی که همیشه به عنوان یک خائن به وطنش، به ملتش یاد میشه، موضوع داستان این هفته ماست. آقای احمد مرادی طالمی یکی از خلبانان F-14 پایگاه 8 شکاری ایران بود. همسر این آقا از پرسنل همافر فنی نیروی هوایی ایران بود و بعدها بعد از پیروزی انقلاب از بخش فنی به بخش اداری منتقل شده بود. و توی توصیفاتی که از این آقا شده بوده اینطوری بوده که میگفتن این آقا قبلا خیلی قمار میکرده، خیلی مشروب میخورده و بعد از انقلاب خیلی عجیب و خیلی حرفه‌ای عوض میشه، قرآن میخونه، تو جلسات اسلامی شرکت میکنه به هر حال و خلاصه که سعی میکنه که بعد از انقلاب خودشو به سران کشور نزدیکتر بکنه و کلن یه آدم دیگه میشه بعد از انقلاب. حالا اینکه چرا و چطوری ایشون اصلا تغییر میکنن و چی میشه که از یه شخصیت دیگه به یه شخصیت دیگه ای تبدیل میشه، اونو من نمیدونم و همونطور که گفتم اصلا قضاوت نمیکنم چون اصلا سندی برای این گفته ها نیستش. خلاصه که زندگی این آقا از قبل و بعد از انقلاب کلن دچار دگرگونی میشه و این آقا تغییر میکنه و کلن سران کشور هم به ایشون به خاطر اینکه حالا تغییر کرده بوده و به هر حال خیلی خودشو نشون داده بوده به ایشون خیلی اعتماد میکنن. یه شب که آقای احمد مرادی در حال برگشت به خونه بوده، ایست بازرسی جلوی این آقا رو میگیره و متوجه میشه که آقای احمد مرادی الکل مصرف کرده و وقتی متوجه میشن که این آقا خلبان هستش به هر حال یه جورایی گذشت میکنن و میذارن که این آقا به خونش برگرده. اما چند وقت دیگه وقتی آقای مرادی و همسرش در حال رفتن به سفر بودن، دوباره ایست بازرسی جلوی آقای مرادی رو میگیره و متوجه میشه که آقای مرادی یه مقدار الکل مصرف کردن و مامورین کمیته از آقای مرادی میخوان که چمدونش رو باز کنه. آقای مرادی چمدون خودش رو باز میکنه ولی مامورین کمیته تاکید دارن که حتما باید چمدون خانم آقای مرادی رو هم ببینن و بازرسی کنن. آقای مرادی بهش برمیخوره و خب چون دوست نداشته که به هر حال لباسای خانومش دیده بشه یا حالا چمدون خانومش مورد بازرسی قرار بگیره، با مامورین درگیر میشه و مثل اینکه زده خوردی داشتن و بعد از زور عصبانیت برمیگرده و به مامورین میگه که به زودی یه بلایی سرتون میارم که صداشو تمام دنیا بشنون. تو این ویدیو من سعی کردم که از چند تا منبع برای روایت کردن این داستان استفاده کنم و اصلا مهر تایید روی این نمیذارم که این آقا اصلا اون شب مشروب خورده نخورده و کلیت داستان حالا سر این جریان نمیچرخه، ولی میشه گفت که این یک جرقه بوده برای آقای مرادی که بخواد از ایران خارج بشه. حالا چی میشه که آقای مرادی طالمی اصلا تصمیم میگیره که به ملتش و به کشورش خیانت کنه؟ موضوعاتی هستن که حالا از خاطرات ایشون جمع‌آوری شده، یه سری شواهدی هستش که حالا اتفاق افتاده و خیلی به طور قطع نمیشه گفت که این آقا اصلا چرا قصد میکنه که به ملتش و به کشورش خیانت کنه. یه سری میگن که این آقا جز گروه مجاهدین بوده و میخواسته که ماموریتش رو انجام بده و یه سری هم میگن به خاطر رفتارهایی که با این آقا شده و یا فشار جنگ باعث شده که این آقای احمد مرادی تصمیم بگیره از ایران خارج بشه و به کشورش خیانت کنه. در سال 1364 توی بحبوحه‌های جنگ و درگیری‌های ایران و عراق آقای احمد مرادی تقاضای مرخصی میکنه و میگه که به خاطر بیماری همسرم میخوام برم آلمان و ایشون رو تحت مداوا و درمان قرار بدیم که با مرخصی ایشون موافقت میشه و بعد از چند وقت آقای مرادی تنهایی برمیگرده بدون اینکه همسرش و بچه‌هاش رو با خودش به ایران برگردونده باشه. وقتی از آقای مرادی سوال میشه که چرا همسرت و بچه‌ها رو به ایران برنگردوندین، میگن که همسر من هنوز تحت مداوا هستن و یه سری کارهای پزشکیشون
طول کشیده و مجبور شدن که توی آلمان بمونن. طبق گزارشاتی گفته میشه که آقای مرادی توی همون سفرش به آلمان با استخبارات عراقی ارتباط گرفته و در ازای مبلغی پول و اقامت سوئیس قبول میکنه که هواپیمای F-14 تامکت ایرانی رو به عراقی ها تحویل بده. نوبت به روز پرواز آقای مرادی میرسه. قبل از پرواز چه تک فروندی باشه، چه چند فروندی، خلبان ها یه جلسه بریف دارن که توی این جلسه بهشون میگن و توجیهشون میکنن که چه کارایی رو باید انجام بدن. بعد از این جلسه چک و بازدید هواپیمای F-14 که معمولاً 1 تا 1.5 ساعت طول میکشه انجام میشه و اگه خلبان در حین چک کردن هواپیمایی که قرار سوارش بشه متوجه نقص و عیبی بشه میتونه از تیم فنی بخواد که هواپیماش رو عوض کنن. طبق قرارداد آقای احمد مرادی باید یک هواپیمای تامکت ایرانی رو به همراه موشک فونیکس تحویل عراقی ها میداده. حالا که نوبت پروازش رسیده بوده و خیلی فرصت خوب و چرب و نرمی هم برای این آقای احمد مرادی بوده، آقای مرادی هواپیماش رو تحویل میگیره و میبینه که هواپیماش موشک فونیکس نداره. درخواست تعویض هواپیماش رو میده. البته که بهونه میاره که هواپیما دچار نقص و عیبه. F-14 دوم رو بهش میدن و دوباره این هواپیما هم موشک فونیکس نداره. آقای مرادی دوباره درخواست تعویض هواپیما رو میده. اینجا طبق قانون اگه یه خلبان 3 بار هواپیماش رو عوض کنه، اون روز اون خلبان پرواز نمیکنه و یه خلبان دیگر رو به جاش میارن که پرواز کنه. اتفاقا و از شانس بد این آقا، هواپیمای سوم هم موشک فونیکس نداشته. طبق قانون هم اون روز آقای مرادی نباید پرواز میکرده. ولی آقای مرادی به تیم فنی میگه اگه امروز پرواز نکنم تو حالت تست میرم و نمیتونم تا 2 ماه دیگه پرواز کنم. حالا چی میشه که تیم فنی قبول میکنن اون روز هواپیمای 4 رو به مرادی بدن و از قضا هم اون هواپیمای 4 موشک فونیکس داره رو نمیدونم. ولی فکر میکنم که چون این اتفاق وسط جنگ بوده و این آدم هم کارشو خوب بلد بوده، هیچ کس به این آقا شک نمیکنه و هواپیمای 4 رو که موشک فونیکس هم داشته به آقای مرادی میدن که باهاش پرواز کنه. به هر حال آقای مرادی از برج مراقبت اجازه پرواز میگیره و طبق برنامه وارد گشت هوایی خودشون میشن و پرواز میکنن تا زمانی که وقت بنزینگیری هوایی میرسه. مرادی میره به سمت تانکر مخصوص بنزین رسان، باکای هواپیما رو کاملا پر میکنه و بعد از جدا شدن از زیر تانکر به سمت منطقه پرواز خودش برمیگرده و در همین حین تدریجا ارتفاع هواپیما رو بالا میبره. یعنی به جای اینکه در ارتفاع 20,000 پایی پرواز کنه، ارتفاع خودش رو به 30,000 پایی میرسونه و به سمت غرب پرواز میکنه. فرکانس هوایی رو عوض میکنه و روی یک ایستگاه ناشناس محمد رو صدا میکنه. کابین عقب آقای مرادی صدفان حسن نجفی بوده. صدفان نجفی که کابین عقب بوده از اسم محمد تعجب میکنه. دفترچه‌های جلسه بریفینگش رو نگاه میکنه و به این نتیجه میرسه که هیچ ایستگاه و اسم رمزی به اسم محمد وجود نداره. از مرادی میپرسه و میگه جریان چیه و مرادی جوابی نمیده و ارتباطش رو با مرکز قطع میکنه. صدفان نجفی اصولا هیچ کاری نمیتونسته بکنه. نمیتونسته مسیر عوض کنه و نه اجک کنه. فقط یک اسلحه داشته که از اون اسلحه هم نمیتونسته استفاده کنه. یا شاید انقدر توی شوک اون لحظه قرار گرفته بوده که به نظرش و به ذهنش نیومده که الان و در حال حاضر میتونه چیکار کنه. هواپیما به ارتفاع حدود 40,000 پایی میرسه و از منطقه پروازی خودش خارج میشه. با صدا زدن اسم محمد از طرف مرادی، یک صدای عجیب با لهجه عجیب جواب میده. محمد شماره 1 به شما خوش آمد میگه. در همین لحظه ایستگاه رادار هواپیمای همدان متوجه میشه که هواپیمای F-14 از منطقه پروازی خودش خارج شده و به مرز بین الملل وارد میشه. هواپیماهای F-14 از یک مرزی نباید به عراق نزدیک میشدن و طبق مقرراتی که خلبانای F-14 میدونستن اگه از این مرز خارج میشدن زنگ هشدار به صدا در میومده. بنابراین رادار همدان آقای مرادی رو صدا میکنه، میگه آقای مرادی کجا میری؟ مسیر رو داری اشتباه میری و به مرز داری نزدیک میشی، مسیر تو عوض کن. مرادی میگه یک مشکل توی سیستم هدایت پروازی من اتفاق افتاده و فعلا کنترلی روی پروازم ندارم، ولی دارم سعی میکنم که کنترل رو به دست بگیرم و
و برگردم. رادار همدان اعتماد میکنه. در همین حین دو فروند هواپیمای عراقی که به مرز ایران نزدیک میشدن یه دفعه شروع به گردش به راست میکنن و وارد خاک ایران میشن. هم رادار همدان، هم رادار دسفول، هم هواپیمای F-14 هواپیمای عراقی رو روی اسکوپ خودشون داشتن. ایستگاه‌های زمینی فکر میکنن چون هواپیمای F-14 اونجاست احتمالاً این دوتا هواپیمای عراقی به زودی با قفل رادار مواجه میشن و از اونجا فرار میکنن. اما این وسط یه چیزی مشکوک بوده، اینکه این دوتا هواپیمای عراقی داشتن به سمت F-14 می اومدن و F-14 هم اصلا مسیرش رو به سمت اونا عوض نمی کرده و به سمت عراق می رفته. همینجا برادران متوجه داستان مشکوک می شن. در همین موقع رادار همدان و دسفول زنگ اسکرامبل رو فشار می دن تا هواپیماهای فانتوم بپرن و جلوی طغیان F-14 رو بگیرن که بتونن یا منصرفش کنن یا به هر حال بهش شلیک کنن و نذارن که از مرز خارج بشه. ولی برای این کار دیگه خیلی دیر شده بوده. با اون سرعتی که F-14 داشته و نزدیک مرز بوده، تقریبا از مرز خارج شده بوده و دو تا هواپیمای عراقی اونو اسکورت می‌کردن. یک پروتکل مشخص اینه که تمام عملیات‌های هواپیمای عراقی توسط رادار زمینی کنترل می‌شده. و اونا هم هر عملی که میخواستن انجام بدن فقط با اجازه رادار زمینی امکان پذیر بوده. ولی تا اینجا هیچ اثری از صدای رادار زمینی عراقی ها روی نوارهای ضبط شده در ایستگاه رادار و شنود دیده نمیشد. تنها تماسی که روی نوارها ضبط شده بود ایستگاه محمد که براشون یک ایستگاه ناشناس بود و اصلا نمیدونستن کیه و از کجا داره جواب میده. ایستگاه محمد یک فروند هواپیمای PC-6 پیلاتوس عراقی که قرار رابط F-14 با هواپیماهای عراقی باشه. مأموریت این هواپیما این بود که تامکت ایرانی رو به فرودگاه مورد نظر عراقی ها هدایت کنه. مرادی بعد از اینکه از مرز خارج میشه، دو تا هواپیمای سوخو عراقی پشت سر F-14 قرار میگیرن. لیدر این سوخوها به عقب تر میره و همکارش که کم تجربه تر بوده رو دقیقاً پشت F-14 قرار میده. بعد از چند ثانیه سکوت، لیدر میگه چرا بهش شلیک نمی‌کنی؟ سوخو عراقی هم که ظاهراً منتظر دستور بوده اطاعت میکنه و بعد از 5 ثانیه با خوشحالی میگه زدمش و دوباره همه ساکت میشن. 15 ثانیه سکوت مطلق و دوباره رادار زمینی میپرسه که مطمئنی که موشک به هواپیما خورده؟ خلبان میگه بله خورده، خودم دیدم. رادار زمینی ازش میپرسه چه هواپیمایی بود؟ خلبان میگه صبر کنی تا بهتون بگم. چند ثانیه بعد میگه یه F-14 ایرانی بوده. بهش شلیک کردم، سقوط کرد و خلباناش ازش اجک کردن. مکالمه ها کاملا مشکوک به نظر می رسید و مشکوک تر از این که رادار زمینی نه خوشحال میشه، نه ناراحت میشه، نه چیزی میگه و نه اصلا تایید میکنه که خب این هواپیما زده شده و سقوط کرده. و دوباره سکوت رادیویی. بعد از یک دقیقه خلبان لیدر که سخوی عقبی بود به رادار زمینی اعلام میکنه ما کمبود بنزین داریم و باید فرود بیایم و برای همین توی فرودگاه متروکه در شرق عراق فرود میان. 45 دقیقه بعد از نشستن این دو هواپیما در باند متروکه و بعد از سکوت طولانی در منطقه‌ای که به گفته خلبان عراقی یک فروند F-14 ایرانی در اون سقوط کرده، تازه مکالمات رادیویی ایستگاه زمینی رادار عراقی با هلیکوپترهای نجات آغاز میشه تا اونا رو به لاشه هواپیمای ایرانی برسونن و خلبانای ایرانی که از اون هواپیما با چتر نجات خارج شدن رو دستگیر کنن. هلیکوپترها بالاخره آتش بزرگ رو پیدا میکنن، به سمتش میرن، دو تا خلبانی که ایجک کرده بودن رو پیداش میکنن، دستگیرشون میکنن و با خودشون میبرن. چند ساعت بعد خلبان مرادی خیلی شیک و رسمی حمام رفته، خیلی تمیز، موهای مرتب، پشت تلویزیون عراق میاد و خیلی خونسرد اعلام پناهندگی میکنه. این وسط از سطوان نجفی خبری نیست و خب معلومه ایشون اصلا حاضر به همکاری نشده و نخواسته پناهنده بشه و حتما اسیر عراقیا شده. این تا اینجای داستان که چه اتفاقی میافته، چطوری خلبان مرادی و خلبان نجفی به عراق میرن و چه اتفاقی برشون میافته. و حالا بریم برسیم به پشت پرده این اتفاقات، اصلا اینکه چرا صدام F-14 تامکت ایرانی رو میخواسته، به چه منظوری اصلا آقای مرادی رو گولش میزنن، وعده وعید بهش میدن و وادارش میکنن که وطن فروشی کنه.
صدام یه کار خیلی هوشمندانه تو این ماجرا انجام میده. از اونجایی که میدونسته طبق نقشه ها و قرارشون قراره که یک F-14 ایرانی با موشک فونیکس وارد عراق بشه، یه معامله دو جانبه میکنه. هم با روس‌ها معامله میکنه، هم با آمریکایی‌ها. به روس‌ها میگه من یک هواپیمای F-14 با موشک فونیکس دارم. اونو میخوام به شما بدم و در ازاش هلیکوپتر و هواپیما ازتون بگیرم. اونو به شما میدم تا از تکنولوژیش استفاده کنین و در ازاش شما به من هلیکوپتر و هواپیمای جنگنده بدین. از اون طرف هم به آمریکایی‌ها میگه من یک F-14 با موشک فونیکس دارم. اونو میخوام بدم به روس‌ها. اگه میخوان که من اینو به روس‌ها ندم و اونو از تکنولوژیش استفاده نکنن، بیا این معامله رو بکنیم که شما به من هلیکوپتر بدین، اطلاعات نظامی بدین. و آمریکایی‌ها هم که میبینن اطلاعات نظامی خودشون هم در حال خطر و امکان داره که روس‌ها از این هواپیما استفاده کنن، این شرط رو میپذیرن و CIA پیروز این میدون میشه و آمریکایی‌ها قبول میکنن که چند فروند هلیکوپتر به عراقی‌ها بدن تا این موشک و این هواپیما دست روس‌ها نیفته. اما عراقی‌ها قصد داشتن همزمان یه سری چیزا رو به روس‌ها بدن که بتونن هلیکوپتر و هواپیما بگیرن و این یعنی یک عملیات دو سربرد برای عراقی‌ها. اما نقشه عراقی‌ها چی بوده؟ در حقیقت F-14 در فرودگاه عراقی‌ها فرود میاد بدون اینکه موشک بخوره و همه اون داستان‌ها صحنه سازی بوده. بعد از فرود F-14 آمریکایی‌ها به سرعت با چندین کانتینر میان و F-14 رو تکه تکه می‌کنن و بار تریلیای خودشون می‌کنن و یه F-14 فیک رو با بدنه خالی با یه سری تجهیزات الکی به جا میذارن و موشک فونیکس رو بر میدارن و به جاش یک فونیکس تقلبی میذارن و صحنه رو خیلی شیک و رسمی ترک میکنن. و برای اینکه صحنه کاملا عادی باشه به اون F-14 تقلبی چند تا شلیک میکنن تا عراقی ها بتونن این هواپیما رو به روسها غالب کنن. بعد از چند ساعت روسها خوشحال و خندان میان سمت هواپیما. هواپیما رو تحویل میگیرن و چیزایی که قول داده بودن رو به صدام میدن. اما بعدها روس‌ها متوجه میشن که این یک کلک بوده و تا 2 سال روابطشون با عراق به هم میخوره. البته همچین بلایی رو قبلن یه بار روس‌ها سر عراقی ها کیسای هواپیمای به درد نخور رو به صدام غالب میکنن و احتمالا وقتی که صدام اونجا کلا سرش میره کینه میکنه و میگه یه روز تلافی این کارتون رو سرتون در میارم و همینجا تلافی سرشون در میاره و این هواپیما رو بهشون غالب میکنه. خلاصه که آمریکایی‌ها F-14 ایرانی رو از عراقی‌ها می‌گیرن، یه سری اطلاعات بهشون میدن و در مقابل از ایرانی‌ها به خاطر اینکه نتونسته بودن طبق قرارداداشون از این F-14 تامکت مراقبت کنن و اونو توی کشور نگه دارن شکایت می‌کنن. نتیجه پرونده هیچ وقت مشخص نشد و معلوم نشد که خب این چی شد؟ شکایتی که از ایرانی‌ها کردن به کجا رسید؟ ایرانی‌ها اصلا کلاً چقدر پرداختن؟ اصلا چی شد نتیجه دادگاه؟ اینو نمیدونم چی شد عواقبش. اما در مورد خلبان ها صحبت کنیم که ستوان نجفی تا آخر جنگ اسیر عراقی ها بوده و بعد از اینکه اسرا رو آزاد میکنن ایشون رو هم آزاد میکنن، ایشون برمیگرده به ایران و الان هم مشغول به کار هستن در ایران، نمیدونم در چه سمت و کجا. و آقای مرادی که همراه همسر و 2 فرزندش به سوئیس مهاجرت کرده بودن و البته همونجا هم پناهنده شده بودن، سالهای اونجا با هم زندگی میکردن و یک روز طبق حالا سندها و گزارش هایی که شده به بهانه گزارش گرفتن از ایشون، ایشون رو ترور میکنن و یک تکتیرانداز به ایشون شلیک میکنه و هنوز که هنوزه پرونده ایشون بازه و هنوز متوجه نشدن که قاتل آقای مرادی چه کسی بوده و داستان پرحاشیه این خلبان همینجا به پایان میرسه. به هر حال امیدوارم که از این ویدیو و از این داستان هم خوشتون اومده باشه. نظرتتون رو حتما بنویسین. خیلی ممنونم که تماشا کردین. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.